دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، اشغال اشرف، اطلاعیه شماره 81، 4 اردیبهشت 1390، 24 آوریل 2011. استفاده از مهمات ضد زره برای کشتار مجاهدان در حمله 19 فروردین. آثار به جامانده از حمله جنایتکارانی 19 فروردین و بررسی فیلم ها و عکس‌های تهیه شده از صحنه و آثار به جامانده در بدن مجروحان و شهدا و عکس‌های رادیولوژی نشان می‌دهد در این تهاجم علاوه بر فشنگ‌های معمول تفنگ اتوماتیک کلاشینکوف به طور گسترده از انواع گلوله‌های رسام و ضد زره، مرمی با مغزی فولادی برای شلیک به ساکنان بی‌دفاع استفاده کردند. این در حالی است که از این فشنگ‌ها به صورت معمول برای درگیری با زرهی دشمن استفاده می‌شود و استفاده از آن برای حمله به افراد غیر نظامی و غیر مسلح جنایت جنگی محسوب می‌شود. نیروهای تحت امر مالکی همچنین از نوعی نارنجک علیه مجاهدان اشرف استفاده می‌کردند که حاوی ساچمه‌های پلاستیکی زیادی است که در شعاع نسبتاً زیاد پخش می‌شود و کشنده است. شمار زیادی از شهدا و مجروحان 19 فروردین مورد اصابت این نارنجک‌ها و ترکش‌های آن قرار گرفتند. به کارگیری سلاح‌ها و مهمات فوق مضافاً بر اینکه اکثر شهدا و بخش عمده مجروحان از کمر به بالا و نقاط حساس بدن مورد اصابت قرار گرفتند، به خوبی نشان می‌دهد که مالکی با قصد کشتار مجاهدان به اشرف حمله کرده است. کلیه این حقایق که در روزهای یکشنبه 10 آوریل و چهارشنبه 13 آوریل توسط تیم‌های آمریکایی و سازمان ملل مشاهده شده و ثبت شده است، اسناد انکار ناپذیر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و قابل ارائه به هر دادگاهی می باشد.